ادامه برنامه صبح و زندگی هست و ما هم با شما ایزان همچنان هستیم در برنامه صبح و زندگی و خدا کنه تا این لحظه در کنار ما صبح را به خیر خوبی و با شادی و لذت سپری کرده باشین جوانان و موفقیت موضوعی است که همین لحظه ما میخوایم با مهمان عزیز ما صحبت داشته باشیم با جناب آقای زیارمند اخپلواک استاد پهنتون اگر میخواین معلومات بیشتر در رابطه با جوانان و اینکه چگونه جوانان بتونن دستیابی به موفقیت داشته باشن شما ایزان بعد از بیارین بیننده این بخش صبح و زندگی باشید استاد محترم خوش آمدین صبحتان بخیر بنام خدا سلام صبح شما بخیر صبح بینید عزیزتان بخیر سلام میدوارستم صبح خوب خوش را آغاز کرده باشم زنده و سلامت باشین <تصفح> استاد یک تعریفی در نخواست در رابطه با موفقیت بر ما داشته باشید خیلی خوب موفقیت تعریف مشخص نداره هر کس خودش باید موفقیت را به خود تعریف بکنه هر هر کس در مورد موفقیت دیدگاه مخت... متفاوت داره مثلا بعضی مردم موفقیت را چونین تعریف میکنند یعنی موفقیت داشتن رسیدن و داشتن رسیدن و شدن است مثلا داشتن پول داشتن ثروت داشتن صحت داشتن خوشبختی داشتن امه. قدرت داشتن حیثیت داشتن امه. همین مفقیت هستن مثلا شدن دکتر شدن انجینیر شدن یک گرداننده خوب شدن اینو میگن موفقیت رسیدن به یک جایگاه دلخواه رسیدن همین موفقیت است یا میگیم موفق هم نظریات مختلف داره یعنی موفقیت از شکست به شکست دیگری رفتن بدون بدون اینکه شور و اشتیاق خود از دست بده یا میگیم موفقیت یک تعریف کلی بیاین از موفقیت داشته باشیم موفقیت یعنی به دست آوردن چیز مهم و با ارزش در یک چارچوب سلامتی فیزیکی، بعمل. روانی، خوشبختی و اصول اخلاقی ما میگیم موفقیت چی است؟ وقتی ما میخوایم یک چیزی را به دست میاریم اگر صحت ما سلامت فیزیکی و روانی ما بند نظر گرفته نشه پس ما نمیگیم میگیم این موفقیت نیست خب من میخوام به یک جایگاه برسم اگر من به طور مثال مرض شکر داشته باشم پس او جایگاه به من اهمیتی نداره پس ما باید سلامت فیزیکی و روانی خود در, در نظر بگیریم آرامش خود در نظر بگیریم و اصول اخلاقی را هم در نظر بگیریم بله. مثلا بدبختانه در جامعه ما وقتی افراد کوشش میکنن به موفقیت برسن در بعض موارد اصول اخلاقی را در نظر نمیگیرن و ما وقتی میخواهیم موفق شیم باید اصول اخلاقی را در نظر بگیریم اصول اخلاقی مثلا چی هستن عدالت و انصاف در نظر بگیریم اگر من میخوام به یک جای گابرسم باید عدالت و انصاف در نظر بگیرم اگر من میخوام به یک جای گابرسم باید درستی و حقیقت را در نظر بگیریم که اصول اخلاقی هستن آزاد و آزادگی را در نظر امه. بگیرم باید عشق و محبت را در نظر بگیرم وقتی به مح... به جایگاه میرسم اگر من میخوایم به موفقیت برسم باید حرمت انسان ها را در نظر بگیریم پس میگیم اگر ما اصول اخلاقی را هم در نظر گرفته میتونیم یک فرد موفق باشه بله پس داشتن و رسیدن و شدن سه موضوع مهمی است در راستای موفقیت که هر کسی به دنبالش هستن و خدا کنه تمام اشخاص و تمام کسایی که همیشه در زندگیشان هدف دارن موفق باشن و سربلند حالا جوانان چقدر در این نواخر واقعا خودشان را موفق احساس میکنن دقیقا ما جوانای موفقی هم داریم جوانایی داریم که موفق نیستند و یا چیکار باید بکنن تمام جوان ها باید چیکار کار بکنن که موفق شوند این خیلی مهم است اول ما باید سر پنج چیز کار بکنیم در زندگی خود سر پنج مورد که کار کرده میتونیم بگیم یا فرد موفق هستیم اول باید در اول ما صحت خود در نظر بگیریم هر جوان باید بالای صحت خود کار بکنه اگر ما صحت ما درست نباشه موفقیت به ما مهم مفهوم نداره بله دوم باید ما با در مورد ازی فکر کنیم چگونه ثروتمند شویم بله. بله پول مهم هستن ما میگیم اگر کس میگه پول مهم نیست از صبح تا شام میبره به خاطر پول میبره ما باید کوشش بکنیم پول به دست بیاریم بله. مهم هستن ارزش داره خدمت هم بکنیم به مردم ولی ما پول به دست بیاریم سوم باید بالای تحصیلات خود بالای آموزش باید کار بکنیم ما باید تحصیلات عالی داشته باشیم هر جوان باید کوشش بکنه تحصیلات عالی داشته باشه ای خیلی مهم است چهارم ما باید بالای رابط خود کار بکنیم مثلا اگر ما بگیم فرد موفق هستم در فامیل امرای پدرم خدا نخواسته رابطه خوب ندارم با همکارم رابطه خوبی ندارم پس من فرد موفق نیستم بالای این پنج مورد ما اگر کار بکنیم و ببخشید و نکته پنجم که هستن بالای اهداف خود کار بکنیم ما وقت در زندگی خود هدف داشته باشیم فرد موفق هستیم اگر بالای پنج مورد هر جوان فوکس داشته باشه همیشه با پشتکار کار داشته باشه میتونه فرد موفق باشه <applause> چند مورد دیگه هم خیلی مهم هستن که ما رو میتونه یک فرد موفق بسازه اول توکل به خداوند هستن اگر ما توکل به خداوند داشته باشیم میتونیم یک فرد موفق باشیم باید ما به خداوند دعا بکنیم هر جوان تمام انرژی خود را مصرف میکنم تمام انرژی که دارم تمام پلانهایی که دارم زحمت خود را میکشم باید ما توکل به خداوند داشته باشیم ما میتونیم فرد موفق داشته دوم باید ما اعتماد به نفس داشته باشیم اعتماد به نفس میگیم اولین گام یا پله برای موفقیت است اگر ما اعتماد به نفس نداشته باشیم خود را ابراز کرده نمیتونیم ما پیش کس صحبت کرده نمیتونیم باید خود ارزش خود را بفهمیم امی قیمت خود را درک بکنیم این خیلی مهم است ما کی هستیم به خاطر چی اومدیم و باید چی کار بکنیم این ای خیلی مهم است بله این خیلی مهم است اگر ما به بخ... ارزش خود پای نبریم امه. ما مثل ما افراد میمانیم که هدف اه... 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 داریم هدف ما به دیگران هستند مثلا میگن در دنیا 97 فیصد مردم هدف دارن و 97 فیصد دیگر در زندگی خود هدف ندارن امه. و اون 97 فیصد افراد با مجبور هستند به خاطر 3 سی... فیصد افرادی که هدف دارن کار بکنن و ما باید از جمله سی فیصد مردم باشیم و نه کسایی که بله. هدف دارن بر نه باید ما بله. کنیم بله به خاطر از اون <تصفح> کسایی که 97 درصد افراد هدف ندارن و 3 درصد افراد هدف دارن, دارن و 97 درصد افراد در جمعه باید کوشش ب... مجبور هستن به خاطر سی فیصد کار کنن بله خب او کسایی که سی فیصد هستن ارزش خود پای بردن این خیلی مهم هستن باید خود را بشناسیم به خاطر چی اومدیم و چی کار باید خود انجام بدیم به خانواده خود و به جامعه خود این بسیار مهم نکته سوم هدف داشتن از در زندگی اگر ما در زندگی هدف نداشته باشیم مثل یک قایق میمانیم که از خود کوچ نداره صاحب نداره و ما شاید غرق شویم خدای نخواسته هدف خیلی مهم هستن و ما در زندگی خود سه قسم هدف داشته باشیم <applause> اهداف روزمره داشته باشیم اهداف کوتاه داشته باشیم اهداف طویل مدت داشته باشیم خب هدف ما هر چقدر کوچک باشه فرق نمیکنه هر چقدر بزرگ باشه فرق نمیکنه ما باید در زندگی هدف داشته هدف باشیم اگر زندگی اه... هدف امه. نداشته باشیم ما هیچگاه حرکت نمیکنیم هدف است که باعث میشه ما را به حرکت بیاره و ما انگیزه میده کسایی که در زندگی هدف دارن همیشه برشان انگیزه میده و میتونن موفق شون ببینید بعض جوان ها هستن شکایت میکنن میگم من به خود تقسیم کاری جور میکنم ولی شبش جور میکنم صبح که میشه هیچ کار انجام نمیدم نمی خب نمی ما چیکار باید بکنیم خیلی کار عادی ما باید یک کتابچه یادداشت داشته باشیم کتابچه یادداشت داشته باشیم. باشیم فردا چی کار انجام میدیم باید تمامش دانه دانه علاوه که هر چقدر کوچک باشه حتی میتونیم بگیم مثلا بر نوشیدن یک یعنی چیز بله بله بله, بله, بله. یعنی رفتن چی کار باید بکنیم این تمامش در کتابچه باید نوشته بکنیم فردا هر کدامش دیده کار خود انجام بدیم این ای کوچک هستن که ما روزمره هستن که باید انجام بدیم این خیلی کار کوچک است ما باید از امیج شروع کنیم موفقیت از کجا آغاز میشه موفقیت از اولین گام آغاز میشه امه. همین که گفتم من موفق میشم پس موفقیت آغاز شد باید شما برش کار بکنیم. یعنی اینجا اهداف داشتن خیلی مهم هستن که بالایش ما باید کار بکنیم و دیگه مدیریت زمان خیلی مهم هستن ما اگر در زندگی خود مدیریت زمان نداشته باشیم نمیتونیم فرد موفق باشیم بدبختانه خیلی جوانایی ما هستن که در این اواخر در این دی ای اثر از زمان خود خوب مدیریت نمیکنن اگر میخواین فرد موفق باشن باید وقت خود را مدیریت بکنه مثلا اگر کس بیای نزد ما بگه به شما خیلی پول میتون ولی امی زندگی تا به ما بده ولی ما میگیم نه زندگی خود وقت ما خیلی مهم هستن و ما باید این وقت خود را خوب مدیریت بکنیم به هر کار یک وقت مشخص داشته باشیم خیلی از جوان ها هستن در بستر خوابشان مطالعه میکنن و آرزوی زیرا دارن و موفق شون نه هر کار از خود یک وقت مشخص, مشخص داره و مشخص باید هر کار خود را خوب مدیریت بکنیم بله. وقتی میخوایم اهداف داشته باشیم و باید اون را نظر به وقت خود مدیریت مدیریت بکنیم چه وقت کدام هدف خود را به آخر برسانیم این خیلی مهم است دیگه به خاطر هدف داشتن به خاطری که موفق شیم باید همیشه ما مثبت باشیم باید دید خود را تغییر بدیم به مثال در جامعه هستن همه گی منفی فکر میکنن همه گی میگن نمیشه اگر تو بگوی میشه شما باید هر جوان باید دید خدا تغییر بده باید همیشه مثبت فکر کنه از افراد منفی گرا هم باید دور باشه حالا همه گی شرایط مثل افغانستان میگن که ما چی را دیده دل ما خوش باشه با زندگی و چگونه ما بیم تایم ما را در نظر بگیریم اینقدر جنجال ده اینجا زیاد است فقط به فکر ازی هستن که چه وقت بتونن تحصیلات خود اینجا تمام کنن چه وقت بتونن از کشور برن بله یک راهی که ما موفق شده نمیتونیم همه هستن هستند بهانه جویی هستند منفی گرایی هستند منفی فکر میکنن تفکراتشان منفی هستند اگر ما بخوایم که واقعا موفق شیم واقعا با دید, دید, دید خود را با جامعه دید خود را با خود دید خود را به آینده دید خود را با موفقیت باید تغییر بده و ما باید همیشه مثبت فکر کنیم مثبت توسعه بکنیم این خیلی کمک میکنه ما یک فرد موفق باشیم با دوستای ناباب در این راستا شما چه گفتن. این خیلی مهم هستند واقعا اگر شما دوستایی دارین که هدف دارن در زندگی میخواین موفق شون شما وقتی با او بشینید صحبت بکنید انرژی میگیرین انگیزه میگیرین این کمک میکنه به ما که ما فرد موفق شه و دوستایی که منفی گرا باشن و کسل باشن هر اگر شما طرف چهره هم ببینین وا... خیلی افراد خیلی زیاد هستن بله. حالا هر کسی رو به دنبال به با بله. عنوان دوست دوستم انتخاب میکنین واقعا همیشه منفی فکر میکنن همیشه گپایی بله. گپای منفی میزنن هیچ وقت نامده به منافع و منفعت دوست خودش فکر نکرده بله. خیلی, خیلی مهم است انتخاب دوست در موفقیت ما خیلی مهم است ما باید دوست انتخاب بکنیم وقتی میبینیمش واقعا انگیزه میگیریم واقعا دوست باید شما ما به خاطر خود کار بکنیم دوست باید شما ما واقعا به خاطر هدف خود کار بکنیم بله. ما حرکت بکنیم و افرادی که منفی گرا هستند باید از آن دور بود افرادی که منفی گرا هستند شما که به چهره هم ببینین شما احساس ناراحتی میکنین احس... شما زندگی خسته میشین این خیلی مهم هستن که دوست خوب هم داشته باشید خانواده چقدر در این راستا میتونه کمک رسان خوب باشه چرا که بعضی خانواده داریم میشه که از طریق برنامه آگاهی بتیم و بسیار از خانواده که اصلا توجه و توقعی آنچنانی که باید از فرزندانشان داشته باشه رو واقعا میسازه بله. هیچ توجه ندارن در این راستا چی گفتنی دارید به این خانواده خانواده اولین مکانی هستن که شخصیت ما رو می سازد. اگر ما در خانواده زندگی میکنیم که در خانواده همه منفی فکر میکنن ما یک شخصیت منفی گرا به بار میایم یعنی خانواده باید بسیار کوشش بکنن همیشه مثبت گرا باشن نکته اول و اگر بخواین یک جوان خوب به بار بیارن با جامعه خود باید همیشه مثبت گرا خانواده ها به خاطر تعلیم و تربیت فرزندانشان باید بسیار کوشش بکنن باید بسیار برنامه خوب داشته باشن تا یا انگیزه بگیرن به خاطر زندگی کردن اگر در خا... بالای اعتماد بنفت این خیلی مهم هستن ما امروزه خیلی از جوان ها داریم هیچ در هیچ جای خود را ابراز کردن نمیتونن صحبت کردن نمیتونن در جمع یگانه مشکلی هایی هستن که یا در خانواده همیشه سرزنش شده. هیچ برنامه نیست در خانواده در بعض خانواده برنامه نیست فقط سرزنش کردن هستن مثلا اطفال کوچک میباشن اجازه صحبت کردن ندارن, ندارن. بلد. و ما در آینده ارزوی را هم داریم که جوان خوب با بار بیا و به با جامعه خود و با خود کار بکنه آینده خوبتر داشته باشه خانواده باید از طفولیت را در نظر بگیره اگر میخواین جوانایشون یک شخصیت خوب داشته باشن ش... واقعا شخصیت کاریزماتیک داشته باشن شخصیتی که واقعا به نفع خودشان و جامعهشان باشه و بالای تعلیم تربیشان، به خاطری که چگونه یار مدیریت بکنه چگونه تعلیم تربیت را برشون مهیا بکنه به چگونه اعتماد به نفسشون بالا بره باید خ... خیلی کار بکنه بله دقیقاً زمینایی که باید دولت در نظر بگیره در راستای م... موفقیت بیشتر جوانان در افغانستان کدام زمینه ها میتونه باشه اولین چیزی که خیلی مهم هستن که باید دولت در نظر بگیره نهادهای تعلیمی و تحصیلی بسیار با کیفیت بسازه امه. تا اگر میخوان یک فرد ما باید همیشه در مورد جامعه خود فکر نکنیم ما باید جهانی فکر کنیم اگر میخوایم ما واقعا موفقیت جهانی به از بیاریم باید تحصیلات ما خیلی اصری باشه باید تحصیلات بسیار خوب بکنیم بله. اولین گامی هستن که دولت باید بالای نهادهای تعلیمی و تحصیلی خیلی امه. کار بکنه تا مواد یا کریکولم خوبی مهیا بسازن تا جوان از او خوب استفاده کرده بتونه دوم باید دولت ها را دایر بکنه ورکشاپ‌های بزرگ را جوانا از خود که طرح دارن طرح‌های خود را پیشکش بکنن تا دولت از او استفاده بکنه هم خود جوان موفق میشه هم به دولت یک خوب طرح مثلا خیلی جوان‌ها هستند بسیار خوب طرح‌های خوب برای صالح دارن مثلا طرح‌های خوب به خاطر داری خوب دارن طرح‌های خوب به خاطر استخدام دارن باید از طرح‌هایشون استفاده بکنن و یا ها را بگذاره تا طرح‌های خود با دولت شریک سوم باید فرصت‌های شغلی را به جوان ها مهیا اگر دولت فرصت‌های شغلی را برای جوان ها مهیا نسازه جوان ها خسته میشن افسرده میشن پس از موفقیت دست بر میداره. اگر واقعا دولت فرصت‌های وظیفه را برشان مهیا بسازه جوان انگیزه میگیره کار میکنه تحصیلات میکنه هدف می داشته باشه پس اگر دولت بر ما فرصت های وظیفه را مهیا نسازه پس ما در زندگی خود هدف هم نمی واقعا ما خسته میشیم جنجالی است که خیلی مهم است که دولت فرصت های وظیفه واقعا ما وقتی دولت بر ما فرصت های وظیفه را مهیا می سازه ما میفهمیم که ما با باید به خاطر ازو هدف بگیریم به خاطر ازو درس بخونیم تحصیلات بکنیم بله هدف داشتیم تا به او برسیم اگر فرصت های شغلی در جامعه ما نباشه ما یک فرد افسرده به با بار خواهد آمد بله، و هدف تا خواهد داشت بله این خیلی ای خیل مهم استن که دولت کار رو در این راستا انجام بده شما زنده و سلامت باشین استاد محترم شکر. بسیار کوتاه مختصر پیام گفتنی اگر داشته باشین آه. آه و خی... یک گفتنی خیلی کوچک دارم اگر میخوایم فرد موفق باشیم باید اصول اخلاقی رو واقعا در نظر بگیریم بدون شک تشکر از حضورتان وقت خوش برتان میخوایم و همچنان سپاس از شما ایزان گزارش از همای نوان فراموش نکنین فعلا بیا برنامه بسیار کوتاه که همای نوان منتظر ما هست از نایه دوم میخوای گزارش خوبی را بر ما و شما داشته باشم فعلا رفت و برگشت کوتاه